توی این مسیری که داریم بنیادی ترین اجزای سازنده جهان هستی رو با هم بررسی میکنیم، میرسیم به یه ذره عجیب به نام نوترینو. از حدود یه قرن پیش نشونه هایی از وجود نوترینو پیدا کرده بودیم، اما این ذره یاقی و سرکش دائما از دست ما فرار میکرد. امروز میخوام داستان جالب نوترینو رو براتون بگم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. سازنده انواع سنسورهای پیشرفته که توی پروژه‌های زیادی استفاده میشن. از ساعت‌های هوشمند گرفته تا اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی، کشاورزی، رباتیک، همه جا ردپای سنسورهای فیوتک دیده میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. نوترینو از همون ابتدا معروف شده بود به ذره روح یا شبح. هر کاری می‌کردیم دم به تله نمی‌داد، که این به خاطر ویژگی‌های عجیبش بود. داستان این ذره از واپاشی بتا شروع شد. وقتی تعادل بین تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های داخل هسته یه اتم به هم می‌خوره، یکی از نوترون‌ها تبدیل به پروتون میشه و یه الکترون هم آزاد می‌کنه، یا برعکس، یه پروتون تبدیل به نوترون میشه و یه دونه پاد الکترون هم آزاد میشه. اما از حدود یه قرن پیش دانشمندان متوجه شده بودند که این واکنش با قانون پایستگی انرژی جور در نمیاد، چون یه مقدار کمی انرژی بعد از این واکنش ناپدید میشه که اسمشو گذاشتن انرژی گم شده. آزمایش‌های مختلفی انجام شد تا ببینن این انرژی گم شده با چی منتقل میشه و کجا میره، ولی هیچ ردی ازش پیدا نمی‌کردن. حتی دانشمندی مثل نیلز بور که با عجایب دنیای کوانتوم آشنا بود گفت شاید قانون پایستگی انرژی در مورد واپاشی بتا کار نمی‌کنه. اما نقض قانونی به این مهمی برای خیلی‌ها قابل قبول نبود، تا اینکه سال 1930 فیزیکدان بزرگ اتریشی ولفگانگ پاولی این ایده رو مطرح کرد که انرژی گمشده واپاشی بتا توسط یه ذره ناشناخته منتقل میشه. ذره‌ای که چون بار الکتریکی نداره با هیچ میدان مغناطیسی نمیتونیم گیرش بندازیم، جرمش هم یا باید خیلی خیلی کم باشه یا اینکه مثل فوتون هیچ جرمی نداشته باشه. با وجود یه همچین ذره‌ای دیگه قانون پایستگی انرژی هم نقض نمیشد. سه سال بعد یعنی 1933 انریکو فرمی این ایده رو کاملتر کرد و اسم ذره فرضی رو گذاشت نوترینو یا خنثای کوچک. حالا نوبت بقیه بود که آزمایش‌هایی طراحی کنند برای ردیابیش تا ببینیم واقعاً ذره‌ای با این ویژگی‌ها وجود داره یا نه. این کار توسط دو تا فیزیکدان آمریکایی انجام شد به نام کلاید کاون و فردریک راینس. اینا پروژه‌ای طراحی کردند به نام پروژه روح. ایدهشون این بود که از واپاشی بتای معکوس استفاده بکنن تا نوترینوی فرضی با یه پروتون برخورد کنه و تبدیلش کنه به نوترون به اضافه یه دونه پاد الکترون. اگه این اتفاق می افتاد میتونستن اثبات کنن که ذره‌ای به نام نوترینو واقعا وجود داره. قبل از هر چیزی به یه منبع بزرگ واپاشی بتا نیاز داشتن. اولش سعی کردن با یه انفجار هسته‌ای تأمینش کنن، ولی بعدش به این نتیجه رسیدن که رآکتور هسته‌ای بهتره. پس اطراف یه رآکتور مخزن‌های بزرگ آب قرار دادن و روشنش کردن. با برخورد نوترینوها به پروتون‌های داخل مولکول‌های آب، نوترون و پاد الکترون ایجاد شد و آشکارسازها تونستن این دوتا رو تشخیص بدن. بنابراین سال 1956 وجود نوترینو اثبات شد و به پاولی هم یه تلگراف زدن که ذره‌ای که پیشبینی کرده بودی رو پیدا کردیم. کاون چند سال بعد از دنیا رفت، ولی راینس سال 1995 به خاطر این کشف برنده جایزه نوبل فیزیک شد. آزمایش‌های پروژه روح تازه اول داستان بود. کم کم نگاه دانشمندان رفت به سمت ردیابی نوترینوهایی که داخل خورشید از طریق واکنش‌های همجوشی هسته‌ای تولید میشن. سال 1968 ریمون دیویس و جان باکال آزمایش بزرگی اجرا کردند برای اندازه‌گیری نوترینوهای منتشر شده از خورشید که معروف شد به آزمایش هومستیک، چون داخل یک معدن طلا انجام شد به نام هومستیک 1.5 کیلومتر زیر سطح زمین. دلیل اینکه توی همچین عمقی انجامش دادن جلوگیری از نویزهای مربوط به پرتوهای کیهانی بود. پرتوهای کیهانی ذرات بارداری مثل الکترون و پروتون و هسته هلیومن که از خورشید یا بقیه ستاره‌ها و کهکشان‌ها منتشر میشن و سرعت و انرژی خیلی زیادی دارن.
توی اولین آزمایشایی که برای پیدا کردن نوترینو انجام میشد، این ذرات کیهانی نویز زیادی ایجاد میکردن که باعث میشد آشکارسازی نوترینو از چیزی که هست سخت‌تر بشه. برای همین بعدی‌ها رو دیگه زیر سطح زمین انجام دادن تا از این تداخل‌ها در امان باشه. توی این آزمایش هومستیک از یه مخزن بزرگ پر از مایعی به نام پرکلورو اتیلن استفاده کردن، همون مایعی که برای خشکشویی لباس کاربرد داره. برخورد نوترینوها با اتم‌های کلور داخل این مایع تبدیلشون می‌کرد به اتم‌های رادیواکتیو آرگون که با ردیابی اینا می‌تونستن تعداد نوترینوهای دریافتی رو به دست بیارن. اما یه مشکل بزرگ سر راهشون ایجاد شد. تعداد نوترینوهای خورشیدی که توی بازه زمانی مشخص دریافت می‌کردن، یک سوم اون مقداری بود که محاسبات ریاضی نشون می‌داد. اولین چیزی که به ذهنشون رسید این بود که محاسباتشون اشتباه بوده، اما هرچقدر بررسی کردن هیچ خطایی پیدا نشد. این مشکل معروف شد به مسئله نوترینوی خورشیدی که تا حدود 30 سال بعد همچنان حل نشده باقی موند. یعنی هیچ کس نمیدونست اون نوترینوهایی که از خورشید منتشر میشن ولی ما دریافتشون نمی کنیم دقیقا چه بلایی سرشون میاد. تا اینکه بالاخره بعد از کلی آزمایش‌های پیچیده مشخص شد که نوترینو هم مثل کوارک طعم‌ها یا انواع مختلفی داره. الکترون نوترینو، میون نوترینو، تاو نوترینو. بعدش یکی از مهمترین ویژگی‌هاش کشف شد. اینکه یه ذره نوترینو همینطور که حرکت می‌کنه می‌تونه بین این سه تا طعم مختلف جابجا بشه. به این اتفاق میگن نوسان نوترینو. اولین بار آشکارساز SNO کانادا تونست این موضوع رو اثبات کنه. البته قبلش سوپر کامیوکانده ژاپن هم نقش مهمی تو کشف انواع نوترینو داشت. طراحی آشکارساز هومستیک طوری بود که فقط میتونست الکترون نوترینو رو تشخیص بده. اون دوتا طعم دیگر رو پیدا نمی کرد. به خاطر همین بود که فقط یک سوم نوترینوهای پیشبینی شده رو دریافت می کرد. بنابراین مسئله نوترینوی خورشیدی بالاخره سال 2002 حل شد. اما همین به جای اینکه خیال دانشمندا رو راحت تر کنه بازم یه مشکل بزرگتر ایجاد کرد. قبلا توضیح دادم که طبق نظریه مدل استاندارد فیزیک ذرات تمام ذره‌های بنیادی به دو تا دسته کلی تقسیم میشن. فرمیون‌ها که ذرات سازنده ماده هستن، بوزون‌ها که حمل کننده نیروهای بنیادی هستن. مدل استاندارد نوترینوها رو فقط در صورتی میتونه توضیح بده که جرم نداشته باشن. ولی مسئله اینه که اگه نوترینو بدون جرم باشه، مثل فوتون با سرعت نور حرکت میکنه و زمان براش متوقف میشه. توقف زمان به این معنیه که دیگه نوترینو نمیتونه از یه لحظه به یه لحظه دیگه بره و طعم یا نوع خودش رو تغییر بده. پس نوسان نوترینو منتفی میشه، در حالی که این موضوع توی آزمایش‌های ما اثبات شده. این یه شکاف بزرگ داخل مدل استاندارد به عنوان قوی‌ترین نظریه ذرات بنیادی ایجاد کرد. الان آپدیت‌های مختلفی برای این مدل ارائه شده، ولی خب هنوز در حال آزمایشن. فعلا به این نتیجه رسیدیم که نوترینوها جرمشون صفر نیست. یه جرم خیلی کوچیکی دارن. پس سرعتشون هم خیلی بالاست، ولی به اندازه سرعت نور نیست. مشکل بعدی نوترینو مربوط میشه به پاد ماده این ذره، یعنی پاد نوترینو یا آنتی نوترینو. قبلا توضیح دادم که هر ذره ای یه پاد ذره هم داره که دقیقا شبیه خودشه ولی بار الکتریکیش مخالفه. مثلا الکترون بار منفی داره، اما پاد ذرهش که بهش میگن پوزیترون بارش مثبته. خب نوترینوها که کلن بار الکتریکی ندارن، پس تکلیف پاد ذرهشون چی میشه؟ یه فیزیکدان ایتالیایی به نام اتوره مایورانا نظریه ای ارائه کرده که میگه نوترینو پادذره خودشه، اما هنوز این موضوع به صورت آزمایشگاهی اثبات نشده. تو واپاشی بتا یه نوترون تبدیل میشه به یه پروتون و یه الکترون و یه دونه آنتی نوترینو. حالا دانشمندا دنبال یه واکنشی هن به نام واپاشی بتای دوبل بدون نوترینو که دوتا نوترون به طور همزمان تبدیل میشن به دوتا پروتون و دوتا الکترون و دوتا آنتی نوترینو.
اگه بتونیم این واکنش رو پیاده کنیم و اثری از اون دوتا آنتی نوترینو نبینیم، به این معنیه که نوترینو پادذره خودشه، چون میدونیم که ذره و پادذره وقتی به هم میرسن همدیگر رو نابود میکنن. الان آزمایشگاه‌های زیادی تو کشورهای مختلف دنبال پیدا کردن این واکنشن. حالا که تا حدودی از مراحل کشف نوترینو باخبر شدیم، تو بخش بعدی یه مقدار اطلاعاتمون رو در مورد این ذره فریبنده افزایش میدیم. مورد اول اینه که نوترینوها با بقیه ذرات ماده تعاملات خیلی کم و ضعیفی دارن. فقط دوتا از نیروها روشون اثر میذاره. یکی گرانش، یکی هم هسته‌ای ضعیف. نیروی هسته‌ای ضعیف فقط تو فاصله های به شدت کوتاه عمل میکنه. پس برای اینکه روی نوترینو اثر بذاره، این ذره باید خیلی به هسته اتم نزدیک بشه. این باعث شده که نوترینوها بتونن تقریباً بدون هیچ مزاحمتی از تمام مواد عبور کنن. حدود 100 تریلیون نوترینو توی هر ثانیه از داخل بدن شما رد میشه بدون اینکه متوجه بشید. بعدش هم وارد زمین میشن و بیشترشون از اون طرف زمین هم بیرون میزنن. حتی گفته میشه که میتونن از یه لایه سربی به ضخامت یک سال نوری هم عبور کنن که این دیگه واقعاً عجیبه. برای همین بود که آشکارسازی این ذره چند دهه دانشمندا رو به دردسر انداخت. شاید این سوال براتون پیش بیاد که اگه نوترینوها یه همچین قدرت نفوذی دارن، اصلا چطور تونستیم آشکارسازیشون کنیم؟ جوابش اینه که تعامل نوترینو با ذرات ماده خیلی ضعیفه، اما اینطور نیست که اصلا تعامل نداشته باشه. تحت تأثیر نیروی هسته‌ای ضعیف قرار میگیره و اینکه ما به طور غیر مستقیم شناساییشون میکنیم، مثلا با استفاده از برخوردشون با پروتون‌ها که تبدیلشون میکنه به نوترون. از طرفی هم تعداد نوترینوها خیلی زیاده. بعد از فوتون‌ها که ذره سازنده نورن، نوترینوها پرتعدادترین ذره تو جهان هستین. حتی بعضی‌ها معتقدن تعدادشون از فوتون‌ها هم بیشتره. پس با اینکه خیلی از دست ما فرار میکنن، اما تعداد زیادشون باعث میشه بالاخره چند تاشون رو بتونیم گیر بندازیم. دلیل اندازه بزرگ آشکارسازای نوترینو هم همینه. مورد دوم اینه که غیر از منابع مصنوعی نوترینوها مثل رآکتورها و منابع طبیعی مثل خورشید، یکی دیگه از سرچشمه‌های اصلی نوترینو ابرنواخترها هستند، یعنی انفجارهای شدید مربوط به مرگ ستاره‌ها. سال 1987 یه ابرنواختر به نام SN1987A اتفاق افتاد که باعث شد آشکارسازای ما برای اولین بار سیلی از نوترینوها رو از یه منبع طبیعی غیر از خورشید دریافت کنن. این تولد یه شاخه جدید بود به نام اخترشناسی نوترینو. فوتون‌های نور سر راهشون وقتی به ذرات ماده برخورد می‌کنن خیلی دچار پراکندگی میشن. شاید باورتون نشه، ولی فوتون‌هایی که تو مرکز خورشید ایجاد میشن به طور متوسط 200,000 سال طول می‌کشه تا از مرکز برسن به سطح خورشید. حتی بعضی از دانشمندا میگن 1,000,000 سال طول می‌کشه. این به خاطر چگالی شدید خورشیده که باعث میشه فوتون‌ها دائما به اتم‌ها برخورد کنن و منحرف بشن. اما نوترینوها به خاطر ضعیف بودن تعاملاتشون با اتم‌ها خیلی سریع‌تر از مرکز ستاره یا ابرنواختر بیرون میان. برای همینه که توی انفجار ابرنواختر اول نوترینوهاشو دریافت می‌کنیم، بعدش فوتون‌ها یا همون نورشو می‌بینیم. اتفاقا همین یکی از چیزایی بود که باعث شد بعضیا فکر کنن سرعت حرکت نوترینو از سرعت نور هم بیشتره، در حالی که دلیلش فقط این بود که نوترینوها خیلی کمتر از فوتون‌ها دچار پراکندگی میشن. بنابراین با رصد این ذرات میتونیم از اتفاقاتی که تو اعماق ستاره‌ها و ابرنواخترها میفته با خبر بشیم. البته نوترینوهایی که به سطح زمین میرسن از یه جای دیگه هم میان. وقتی پرتوهای پر انرژی کیهانی، یعنی همون ذرات بارداری مثل الکترون و پروتون و هسته هلیوم، با اتمها و مولکولهای داخل اتمسفر زمین برخورد میکنن، باعث ایجاد ذرات نوترینو میشن که بهش میگن نوترینوی اتمسفری. مورد بعدی اینه که غیر از اون سنو نوترینویی که گفتم، دانشمندا برای توضیح نتایج بعضی از آزمایشا یه نوع چهارم هم پیشنهاد دادن به نام نوترینوی استریل که هنوز وجودش به طور قطعی اثبات نشده.
دلیل این که بهش میگن استریل اینه که این ذره دیگه حتی تحت تاثیر نیروی هسته‌ای ضعیف هم قرار نمیگیره، فقط گرانش. نیروی گرانش هم که بین نیروهای بنیادی ضعیف‌ترینه و جرم ناچیز نوترینو هم باعث میشه گرانش خیلی خیلی کم روش اثر بذاره. پس اگه این ذره واقعا وجود داشته باشه، پیدا کردنش از نوترینوی معمولی هم سخت‌تره. به عنوان آخرین مطلب چند تا از مهمترین آشکارسازهای نوترینو رو خیلی کوتاه توضیح میدم. این یکی رصدخانه نوترینوی آیس کیوب تو قطب جنوبه. از 60 تا ستون از حسگرهای کروی تشکیل شده که تو عمق 1.5 تا 2.5 کیلومتر زیر زمین داخل یخ قرار گرفتن. ساختمون روی یخ‌ها هم آزمایشگاه این رصدخانه است. بعدی آنتارس هست که تو ساحل تولون فرانسه 2.5 کیلومتر زیر سطح آب ساخته شده. این یکی هایپر کامیوکانده داخل ژاپن با مشارکت کشورهای مختلف که البته ساختش هنوز تموم نشده. به اضافه چند ده تا آشکارساز دیگه که تمرکز هر کدومشون روی موضوع مشخصیه. مطالعه نوترینوها شاید بتونه جواب بعضی از اسرار حل نشده رو به ما بده. مثلا اینکه چرا بعد از پیدایش جهان مقدار ماده از پادماده بیشتر شد، یا اینکه ماده تاریک از چی ساخته شده، یا خیلی سوالات بنیادی دیگه که هر چی جلوتر میریم بیشتر باهاشون روبرو میشیم. من شخصا وقتی که در مورد ذره‌های بنیادی فکر می‌کنم، این تو ذهنم میاد که ما هر چند سال یه بار یکی از این ذره‌ها رو پیدا می‌کنیم و فکر می‌کنیم دیگه تموم شد، در حالی که هر بار سوالات تازه‌تری سر راهمون سبز میشه که مجبورمون می‌کنه دنبال ذره‌های جدیدی بگردیم. یه زمانی الکترون رو پیدا کردیم، بعدش کوارک اومد، فوتون، میون، بوزون هیگز، نوترینو. یعنی یه جایی میرسه که اینا تموم بشن؟ من فکر می‌کنم نه، تموم نمی‌شن. اینا رو دونه دونه پیدا میکنیم و شبیه قطعات یه پازل کنار هم میچینیم تا اینکه بالاخره یه جایی میتونیم اون تصویر کلی پازل رو حدس بزنیم. اونجا دیگه فرقی نداره که این ذره اسمش الکترونه، اون یکی اسمش بوزون هیگزه. همشون صورتهای مختلفی از یه چیزن که میتونه بی نهایت شکل دیگه هم داشته باشه.